صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا، مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir. فصل اول. مرد نامرئی، نویسنده مریم تاجیک، با برداشتی آزاد از فیلمی به همین نام، اثر لی ونل. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شمسی صادقی، سعیده فرزی، مهدی نمینی مقدم، مشتبه طباطبایی، مسعود زنوزی راد، مروارید کریمپور، سیما خوششم، محروخ افزدی، سعید سلطانی، احمد هاشمی، شهریار همزیان. کارگردان آشا مهرابی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدابردار جعفر جودتی، تهیه کننده فرشاد آزفیان. بیدار شدی؟ صبح خیر جیس. سیدنی هنوز بیدار نشده؟ نه، سید هنوز خوابه. بشین صبحانه تو بخور. متشکرم، گرسنه نیستم. سیسیلیا گوش کن، من به خواهرتم قول دادم همه جوره مراقبت باشم، پس خواهش میکنم بی خود نگران نباش. غذا نخوردنت مشکلی رو حل نمیکنه. من نگران نیستم، یعنی هستم. اما سی، بهتر به زندگی عادیت برگردی. اینجا آخرین جاییه که ایدریان میتونه پیدات کنه. منظورم اینه که تو ناسلامتی تو خونه یه پلیسی، نباید نگران باشی. جیمز، تو نمیدونی ایدریان چجور آدمیه. من مطمئنم یه جورایی حتی وقتی نفس میکشم احساس میکنم کنارم وایساده و داره بهم نگاه میکنه. تو این چند وقته بیرون نرفتی، خودتو حبس کردی اینجا. برو بیرون، بهت قول میدم اتفاقی برات نمیفته. اونی مرز کنترلگر بود، البته از کنترل گذشته بود. اون همه چی رو تحت سلطه خودش داشت. میفهمی چه؟ همه اینا رو میفهمم، بارها برامون گفتی. اینکه ایدریان چطور بود و همه چی رو تحت کنترل خودش داشته. جیمز،
اون طوری بود که حتی نفسهای منو میشمرد. باورت میشه؟ میدونم شاید خیلی خنده دار و غیر قابل باور به نظر برسه، اما اون این کارو میکرد. خب شاید برای اختراعاتش به این قضیه نیاز داشته. نه، تنها چیزی که ایدریان میخواست این بود که یه نفر تمام و کمال برای اون باشه. من میدونم چی میگی سیسیلیا، اما باور کن ایدریان دیگه نمیتونه آزارت بده، اون از اینجا خیلی دوره. کنترلگر از راه دور داره، حتی به زئوس سگمونم کنترلگر وصل کرده بود. ما تو اداره پلیس تو رو اسکن کردیم سیسیلیا، هیچ کنترلگری رو بدن تو نبود. خواهش میکنم به خودت بیا، تو باید با زندگی جدیدت کنار بیای، بیرون بری، شاد باشی. من نمیتونم جیمز، نمیتونم، احساس بدی دارم. سی، از همینجا شروع کن، برو در رو باز کن. اگه یه تریم باشی چی؟ سی، برو برو، من مراقبتم. نبود حتی یه سایه. تو مطمئنی؟ برای چی اومدی؟ من که بهت هشدار داده بودم. صبح خیر جیمز. صبح خیر میلی، چه خوب شد اومدی. طبق معمول سی میترسه، از همه چی میترسه. اتفاقا من برای همین اومدم که بهش بگم دیگه هیچ خطری از جانب ادریان اونو تهدید نمیکنه. تو ادریان رو نمیشناسی میلی؟ باشه باشه، من برم بیرون ببینم بسته پستی برام اومده یا نه. بشین سی، بشین. شاید فکر کنی من مریض شدم، اما باور کن من میترسم. نمیتونم باور کنم ایدریان میخواد چیزی رو پیدا کنه و نتونه. سی، این روزنامه رو نگاه کن. ببین ایدریان مرده. من باور نمی کنم. بهت که گفتم اون دیگه نمیتونه اذیتت کنه. باور نمی کنم. بیا، این برای توه. برای من؟ کی آدرس منو داره که بخواد برام چیزی بفرسته؟ سی، آروم باش، ادریان مرده، نیازی نیست از چیزی بترسی. بازش کن. این از طرف تامه. میدونی سیسیلیا، من وکیل ایدریان هستم. راستش یه جورایی فقط میتونست به من اعتماد کنه. بایدم بهت اعتماد میکرد. خب من برادرشم، هیچ وقت ایدریان رو دور نمیزنم. باید بگم که بعد از فوت ایدریان. تو مطمئنی اون مرده؟ این چه حرفیه سی؟ خاکستر ایدریان پشتته، تو اون کوزه خاکستری. چرا باید بهت دروغ بگم؟ همه مطبوعات در این مورد نوشتن.
روزنامه رو نخوندی؟ خودت میدونی از دست ایدریان هر کاری برمیاد. سی گوش کن، درست ایدریان برادر من بود، اما من همیشه میدونستم که چه اخلاقی داره. تو نمیدونی، هیچ کس نمیدونه که ایدریان تا چه حد میتونست بد رفتاری کنه. اون همه چی رو کنترل میکرد. من هیچ حریمی تو زندگی با ایدریان نداشتم. بیرون رفتنم، سر و وضعم، نوع لباس پوشیدنم، حتی آهار یقم، و در نهایت اگر چیزی خوشش نمیومد منو کتک میزد. کتک سی، دیگه لازم نیست نگران چیزی باشی. تام همین الان گفت که ادریان مرده. سیسیلیا، برای اطمینان از این قضیه میتونم عکسایی رو بهت نشون بدم که باورت بشه ادریان مرده، که خودکشی کرده. ببین، نگاش میکن. نمیخوام نگاش میکنم. آروم باشی. ادریان یه نامه برات گذاشته که باید برات بخونم. سیسیلیای عزیزم، گرچه رابطه ما کامل نبود، ولی بهتر بود به جای فرار از رابطه که در آن اطمینان موج میزد. کافیه دیگه. ادریان ازم خواسته کل متن رو برات بخونم، اما اگه اذیت میشی نمیخونمش. لطفاً بگین برای چی ازمون خواستید بیایم اینجا؟ خب این که تکلیف میراث ادریان که خیلی هم زیاده باید مشخص بشه. ادریان 5 میلیون دلار برات به ارث گذاشته، خالص بدون کسر مالیات. این مبلغ به طور منظم به حسابت ریخته میشه، ماهی 100,000 دلار و به مدت 4 سال و 2 ماه. 5 میلیون دلار؟ خیلی زیاده. البته ادریان برای دریافت این ارثیه یه شرط گذاشته. چه شرطی؟ اینکه هرگز مرتکب جرمی نشیم. اگه مرتکب جرمی بشی ارثی ازت گرفته میشه. خب امضا کن سیسیلیا. من مطمئنم ایدریان نمرده، حسش میکنم. درکت میکنم سی، شما به همدیگه خیلی علاقه داشتین. خب تفاوت داشتین، اما نمیشه منکر علاقتون شد. منم همیشه از ایدریان میترسیدم. میدونی که اون خیلی قدرت داشت، به خاطر اینکه اون یه دانشمند و مخترع مشهور بود و من در مقابل اون هیچی نبودم. ازت ممنونم تام. بازم دارم کتابامو جمع میکنم بابا، کلی طراحی کردم، برنامه‌های زیادی دارم. خوشحالم سیدنی، خیلی برات خوشحالم. بابا من نمیدونم چطوری باید از سیسیلیا تشکر کنم. مخارج دانشگاه هم واقعا زیاد بود. هنوز نمیتونم باور کنم ماهی 10,000 دلار میریزه به حسابم. این خیلی لطف بزرگی. خب اون میخواسته این مدتی که تو خونه ما بوده رو یه جوری جبران کنه. اما اون که زحمتی برای ما نداشته که بخواد جبران کنه. سیدنی، اون خیلی تو رو دوست داره. یادم همش ازم میپرسید که چطور میخوام مخارج دانشگاه تو رو بدم. وای، من هنوز نمیتونم باور کنم که میخوام برم دانشگاه. راستی سیسیلیا کجا هست؟ تو اتاقشه، یکم ناراحته. ناراحته؟ چرا؟ اون که تا دیروز خیلی شاد و خوشحال بود. بابا راستش میخواستم در مورد موضوعی باهات حرف بزنم.
چی شده؟ راستش یه اتفاق عجیب افتاده. خب سی رفته بود پیش امیلی. اشکالش چیه؟ امیلی اونو تو خونش رو نداده. چی داری میگی سیدنی؟ مگه میشه؟ امیلی خیلی به خواهرش علاقه داره، این ممکن نیست. راستش سی برای امیلی ایمیل زده و توی اون ایمیل خیلی به امیلی توهین کرده و گفته که امیلی فقط برای پولشونو میخواد و نمیخواد که باهاش ارتباط داشته باشه و تو زندگیش دخالت کنه. امیلی همچین آدمی نیست. سی میگه من هیچ ایمیلی به امیلی نزدم. ایمیلاشو چک نکرده؟ چرا؟ یه ایمیل زده بود به امیلی و متاسفانه همه چی درست بود. الانم ناراحته، مدام میگه من به امیلی ایمیل نزدم. کسی نمیتونه به جای سیسیلیا ایمیل بزنه. سی خیلی تو خودشه بابا، شایدم به خاطر قرصای آرام بخش چیزا رو فراموش میکنه. میدونی که آزمایشش نشون داده که خیلی قرص آرام بخش مصرف میکنه. میگه هرچی به امیلی گفته که اون این کارو نکرده، امیلی باورش نکرده. خب امیلی الان به خاطر کاری که سیسیلیا کرده ناراحته، اما مطمئنم دوباره با هم رفیق میشن، اونا خیلی با هم صمیمین. راستی تو میتونی حالشو خوب کنی. چی کار کنم؟ با هم وقت بگذرونین، یه جشن دخترونه یه دو نفره با هم بگیرید. من امشب شیفتم. عالیه بابا، الان میرم پیششو بهش میگم. سیسیلیا بذارید من برم بعد جشنتون رو شروع کنیم. تو سیدنی رو زدی؟ باور کن جیمز، من حتی انگشتامم به سیدنی نخورد. سیسیلیا صورت سیدنی کبوده، مگر اینکه خودش زده باشه تو صورت خودش. تو لحظه موهاش تو صورتش بود، نفهمید که تو صورتش زده. چی میخوای بگی؟ ریچم اینجاست، من مطمئنم. سی بس کن، خواهش میکنم. جیمز خواهش میکنم باور کن، اون اینجا بود، من خودم دیدمش. جدی؟ پس چرا من نمیبینمش؟ چطوریه که فقط تو اونو میبینی؟ سری شده، سرعت عمل پیدا کرده، جیمز در لحظه نامرئی میشه. سی من خودم یه پلیسم و به اندازه کافی سرعت عمل دارم، هیچ کس نمیتونه به این سرعت یکی رو بزنه و فوری از خونش بزنه به چاک، طوری که من نبینمش. همینجا مخفی شده یه گوشه، ولی ما نمیتونیم ببینیمش. سیسیلیا باور کن جیمز. نمیتونم باور کنم سیسیلیا، من در مورد سیدنی هیچ بخششی ندارم، اولویت من سیدنیه، متوجهی؟ باور کن کار من نبود، باور کن. تو مریض سیسیلیا، مریض. فقط میتونم همینو بهت بگم، ایدریان مرده. تو هنوزم با گذشته خودت و با اون جهنمی که میگه ایدریان برات ساخته بوده درگیری. الان میفهمم جهنمی در کار نبوده و تو این جهنمو برای بقیه ساختی. اینطور نیست، چرا همه تو مثل هم فکر میکنین؟ اون همینو میخواد، اون میخواد من تنها بمونم تا بتونه منو تنها گیر بده. سیسیلیا چرا هر چیزی که میشه میخوای برای خودت یه توجیهی درست کنی؟ من و سید از خونه میریم، تو هم بعدش یه فکری برای خودت بکن. جیمز خواهش میکنه. خودتو نشون بده، من میدونم تو اینجایی، من حست میکنم، چرا نمیتونم ببینمت؟ تو میخوای منو تنها گیر بندازی؟ میخوای با هم چه کار کنی ها؟ بیا حالا من تنها، میخوای با هم بجنگی؟ میخوای جونمو بگیری؟ بیا بیا، من آمادم. میدونست
ادریان. ادریان میدونم اینجا ادریان صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا، مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir. فصل دوم. من باید بدونم تو خونه ادریان چه خبره. تو دیوونه ای، برات متاسفم. همه چی از ذهن بیمارت نشأت میگیره. بالاخره میفهمم چی تون خونه کوفتی. تو که میدونی ایجین تو فیزیک نو نابغه بود. من مطمئنم اون یه چیزی اختراع کرده، یه چیزی که میدونه. ممکنه ایدریان اختراعاتی کرده، اما قطعا نمیتونسته چیزی اختراع کنه که زندش کنه سیسیلیا. من نمیدونم تو چرا نمیخوای باور کنی ایدریان مرده. جیم، شاید اون تو عالم ماوران بتونه یه کارایی بکنه. خدایا خدایا، من با یه بیمار روانی خطرناک اومدم بیرون. گوش کن، من زیاد اینجا منتظر نمیمونم. تو با من نمیری تو؟ نه. خیلی خوب باشه، پس من میرم و برمیگردم. برو. اما من فکر نمی کنم بتونی چیزی پیدا کنی. پلیس قبلا یه بار این خونه رو شخ میزده. من میرم جیمز. ادریان، میدونم تو اینجایی. ادریان، این دیگه چی؟ این لباس که این لباس از یه عالم دوربین درست شده. یعنی چی؟ چطور هیچ وقت ندیده بودمش؟ به نسبت از بقیه جاها خلوت تره. ممنونم. چی سفارش میدونم؟ منتظر کسی هستم بیاد بعد سفارش میدونم. هر طور شما مایلید. پس دوباره بهتون سر میزنم. آخه ای من. خب سیسیلیا، چه
کارم داری؟ خواهش میکنم بشین امیلی، یه حرفایی هست که فقط باید به تو بگم. خب میشنوم سیسیلیا، با وجودی که میدونم به من نیازی نداری، توی ایمیل برام نوشته بودی که به من نیازی نداری و بهتره تو کارات دخالت نکنم. سب کن، یه چیز دیگه هم گفته بودی، این که تو پولدار شدی و من میخوام برای پولت نقشه بکشم. نمیدی، خواهش میکنم این حرف رو تکرار نکن، باور کن اینا حرفای من نبوده. گوش کن، باز چی شده؟ نمیدی اینا همش نقشه ایدریان. وایس باز شروع نکن، هنوز هم فکر میکنی ادریان زنده است و داره تو رو شکنجه میده؟ گوش کن امیلی، من این ایمیل جدید درست کردم با یه تبلیت جدید که خریدم. خب؟ هیچی از رمز تبلیت و ایمیلم رو نمیدونی جز خودم. از اونجا به جیمز ایمیلی زده شده، در صورتی که من اصلا ایمیل جیمز رو وارد نکرده بودم. ترش رو ببو سیسیلیا، من رفته بودم خونه ایدریان. تو؟ آره چی کار کردی؟ مگه قرار نبود اونجا نری؟ گوش کن زهوس هم از اونجا، این یعنی کسی هست که بهش رسیدگی میکنه. خب این یعنی چی؟ اونجا خالی بود، البته چراغای دوستگی روشن بود و این یعنی کسی اونجاست. خب شاید تام بوده. نه، من خنده‌هاشو شنیدم ولی اون نامرئی شده. من تو خونه یه لباس عجیب پیدا کردم، یه لباس پر از دوربینای کوچیک، مثل منابع نوری کوچیک. نمیدونم، خودم هم گیج شدم، اما فکر میکنم یه ربطی به ناپدید شدن ایدریان داره. چطور بگم، به نظرم اون یه چیزی اختراع کرده که میتونه کاری کنه که کسی متوجه حضورش نشه. محض رضای خداستی، تو چی داری میگی؟ امیلی تو باید حرفمو باور کنی، باید با هم بریم اونجا بهت نشون میدم. راستش الان فکر میکنم اون اینجاست، همینجا یه گوشه ای قایم شده. تو باید بری دکتر. امیلی به من اعتماد کن، باور کنه ادریان آدم معمولی نبود، یعنی نیست. اون یه هوش مخرب داره، اون از اینکه من ترکش کردم احساس شکست میکنه، میخواد انتقام بگیره. باور کن این کارو همش کاروی ادریانه. سی تو مطمئنی؟ آره من میتونم به ثابت کنم. نمیدونم سی، نمیدونم، کاملا گیج شدم ولی دلم میخواد باورت کنم. باشه باشه سی، بهت اعتماد میکنم. از من چی میخوای؟ ممنونم امیلی، باور کن من. خدایی من، امیلی تو چه شده؟ امیلی خدای من، اینجا خود دست من چی کار میکنی؟ امیلی 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 سیسیلیا، من باید یه چیزی رو بهت بگم. منو اینجا تنها نذارید،
من باید اینجا باید مطمئنم. سیسیلیا، اینجا تحت امنیت پلیسه، کسی نمیتونه بیاد اینجا. اون میتونه، اون تمام دوربینای کافی شاپ رو از کار انداخت، اون میتونه راحت هر چیزی رو از کار بندازه و به صورت کاراش انجام بده. ما همه چی رو میدونیم، لازم نیست اینقدر خودت رو اذیت کنی. شما میدونیم ایتریان زنده است؟ من اینو نگفتم. راستش ما میدونیم که تو خیلی وقت داری داروهای روان درمانی استفاده میکنی. آخرین باری که آزمایش دادی تقریبا یک ماه پیش بود. رفته بودم برای مصاحبه کاری، دیدم رزومم گم شده، خودم همه برگاه رو گذاشته بودم تو کیفم ولی از حال رفتم. اونجا بود که آزمایش دادم، اما من هیچ داروی مصرف نمی کردم، باور کنی. توی آزمایش های جدیدت هم مصرف زیاد قرصای روان درمان دیده شده. متاسفم سیسیلیا، اینا همش کار اونه. قبول کن سی، باید قبول کنی که بیماری. اینجوری راحت تر میتونی به سلامتت فکر کنی. باشه؟ رسی، وکیلت اومده تو رو ببینه. وکیلم؟ بله تام. تام؟ اون اینجا چی کار بیم؟ نمیدونم سی، میاد تو رو ببینه. ایمینی باورم نمیشه، خواهر مهربونم امیلی کجایی؟ امیلی چی؟ من راستش من برای این اتفاقات و امیلی خیلی متاسف شدم. من میدونم ایچی هست زنده. سی، الان وقت این حرفا نیست، تو باید به خوب شدنت فکر کنی. به خوب شدنم فکر کنم؟ اون اجازه این کارو بهم نمیده، اون به زور بهم قرص داد. سیسیلیا، اون چطور میتونسته بهت قرص بده؟ من همین الان از دکترت همه چی رو شنیدم. باور کردی؟ من برای یه چیز دیگه اومدم اینجا. چی؟ راستش مربوط به وصیت‌نامه ایدریان میشه. میدونی راستشو بخوای من همیشه به خاطر موفقیت و موقعیت ایدریان از طرف خانواده و اطرافیان سرکوب میشدم. به همین دلیل یه جورایی به خاطر ضربه هایی که تو از ایدریان خوردی باهات همدردی میکنم. پس تو میدونی برادرت چه موجودیه؟ آره، اما راستش سی، من مجبورم مطابق وصیت‌نامه عمل کنم. چی تو؟ اگر یادت باشه ایدریان گفته بود که این ارثیه در صورتی به تعلق میگیره که تو جرمی مرتکب نشی. خب متاسفم سیسیلیا، تو مرتکب جرم شدی و خواهرتو. من خواهرم نکشتم. من سیسیلیا، باید بگم تو دیگه پولی نداری، ارثیه باسپس گرفته میشه. چی؟ من ازت عذر میخوام، امیدوارم زودتر حالت خوب بشه. No.
از این سرون الان میره سراغ جیمز. در خدای من جیمز، تشخیص بدی از کجا میاد و میره. یهو نامری میشد. سیدنی کجاست؟ فرستادمش خونه دوستش. خیلی ترسیده بود. سیسیلیا اون تو خونه ما بود. باور نمیکنم. من هیچ وقت آدمی رو ندیده بودم که اینطوری حرکت کنه. به هر طرف شلیک میکردم تا اینکه افتاد زمین. نقابشو برداشتم دیدم تامه. این همون لباسیه که تو خونه ایتریان دیدم. میبینم پر از دوربینه. این لباس خطای دید ایجاد میکنه، باعث میشه فرد نامرئی بشه. همین و زیر سر ایدریانه. آره من مطمئنم. سید تو چرا اینطوری فکر میکنی؟ جیمز چی شده؟ راستشو بگو. سیسیلیا چی شده جیمز؟ ایدریان زنده است. تام اونو تو زیر زمین خونش حبس کرده بود. اینا همش نقشه تام بوده برای اینکه به ثروت ایدریان برسه. بله سیسیلیا، من باید برم خونه ایدریان. تو میخوای چیکار کنی؟ سی، اونا ایدریانو زنده در حالی که خیلی ناتوان بوده تو زیر زمین پیداش کردن. باید برم اونجا. سی، خواهش میکنم نگو که نرم. جیمز، تا وقتی ایدریان زنده و آزاده من روی آرامشو نمیتونم ببینم. من باید برم، باید ایدریان رو ببینم. سی، نمیدونستم چی باید برات آماده کنم. برات سوشی گرفتم و استیک و اردک بهریم. من استیک میخورم. از همیشه زیباتر به نظر میرسی سیسیلیا. راستش نمیدونم باید چی بگم. به خاطر همه چی متاسفم، به خصوص درباره امیلی. تو باید راستشو بهم بگی که همه این کارا رو تو کردی، نه تام. که تو امیلی رو کشتی، که تو اون پلیسا رو کشتی، سیدنی رو زدی، قرصای آرام بخش تو غذام ریختی، حالم دادی. بگو که تو بودی. نمیخوام فکر کنم دیوونم. اینجا که کسی نیست، فقط من و تو.
میبینی؟ اون دوربین گوشه یه سقف هرچی بگی مرکار کنیم و ثبت میکنه. تو اون روز که از خونه فرار کردی بعدش فیلم دوربین رو دیدم، دیدم چطور با قرص خواب و سعی کردی بیهوشم کنی و بعد رفتی. مهم نیست، اصلا مهم نیست، چون من دوست دارم. میبینی؟ میبینی دستام داره میلرزه؟ تو تنها کسی هستی که میتونه لرزش دستام ببینه. همون مهم نیست، چون من دوست دارم و بهت راست میگم. نه نه نه، من این کارو نکردم. تام همه اون کارا رو کرد، باور کن. خواهش میکنم ایدریان، بهم رحم کن. فکر میکنم دیوونم، بگو که تو بودی نه تام. سی آروم باش، آروم باش. چی دوست داری بشنوی؟ چی آرومت میکنه؟ یه نشونه یه کوچولو. دیگه سورپرایزت نمی کنم، قول میدم. جوابمو گرفتم، میشه برم دستشویی صورتمو بشورم؟ حتما عزیزم، حتما. سی عزیزم زودتر بیا، تو این فاصله استیکتو برات میبرم. ندیدی من دوست